دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا تشریف دارید دلی شاد، مرجام و وطنی سالم داشته باشید. امروز جلسه هفتگی به اصطلاح سران احزاب مقیم در پارلمان ترکیه برگزار شد و حزب جهپه، جمهوریت هالک پارتسی، رهبر حزب جهپه صحبتهایی کرد که قابل تأمل است. رهبر حزب مخالف، بزرگترین حزب مخالف اردوغان در پارلمان ترکیه، با اشاره به نزدیک شدن انتخابات به صورت مستقیم و غیر مستقیم اعلام کرد که جانش در خطره و احتمال خطر ترور بسیار بالاست براش. همچنین احزاب دیگه که در ترکیه هستن تقریبا به همین منوال صحبت کردن و از طرف دیگه قتل‌های سیاسی مدتی هست در ترکیه داره اتفاق میفته. انتخابات ترکیه احتمالاً در بهار امسال برگزار میشه و اردوغان بعد از بیش از 20 سال که حکومت رو در دست داره برای اولین بار به اصطلاح با اتحاد نیروهای مخالف خودش روبروست و احتمال شکست انتخاباتی براش بسیار بالاست. اگر این اتفاق بیفته و اردوغان انتخابات رو ببازه، مطمئناً پرونده های فساد مالی و پرونده های بیشمار امنیتی براش باز خواهد شد و احتمال این که در دادگاه ها محکوم بشه و به زندان بیفته بسیار بالاست. نزدیکان اردوغان هم همین حالت رو دارند و احتمال خیلی زیاد امکان زندانی شدنشون وجود داره. به همین دلیل نیروهای طرفدار اردوغان و خود اردوغان احتمال زیاد قدرت رو به صورت مسالمت‌آمیز تحویل نیروهای مخالف نخواهند داد. پس این سه چهار ماه بسیار سختی خواهد بود و احتمال این که در این انتخابات یا پیش از این انتخابات به اصطلاح درگیری هایی پیش بیاد و هوا و فضای سیاسی ترکیه به سمت رادیکالیسم پیش بره بسیار بالاست. امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی همونطور که من در ویدیوی قبلم هم بحث کردم و چند سال پیش هم وقتی ویدیو گذاشتم پیش بینی این رو کردم که در سال 2023 اتفاقات بزرگی در ترکیه اتفاق خواهد افتاد و این اتفاقات احتمالاً تأثیر ژرفی بر ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه خواهد داشت و احتمالاً تأثیرات بسیار ژرفی بر جغرافیای سیاسی کردستان خواهد داشت. بسیار نزدیک است و احتمال اینکه این اتفاقات پیش بیاد بسیار بالاست. رهبر حزب مخالف ترکیه امروز در پارلمان با اشاره به نیروهای به اصطلاح مسلحی که به اصطلاح ارتش مزدبگیر یا نیروهای مزدبگیری که در ترکیه وجود دارند رو بهش اشاره کرد به نام سادات، که من در مورد این هم قبلا برنامه ای داشتم و صحبت کردم در موردش، و با اشاره به تبلیغات 8 ثانیه‌ای که سادات در مصاحبه هفته گذشته رئیس حزب مخالف در تلویزیون که داشت، یک تبلیغات 8 ثانیه‌ای رو زیر صحبت‌های آقای کلیچدارول پخش کردند که این 8 ثانیه به اصطلاح اشاره داشت به فعالیت‌های نظامی و تقریبا تهدیدی عنوان شد برای رهبر حزب مخالف. امروز با اشاره به این اتفاقی که افتاده بود اشاره کرد که شماها میخواهید من بترسم، قبلش با من تماس گرفتید که دست از سرتون بردارم، ولی طبق تمام به اصطلاح تحقیقاتی که صورت گرفته 415 میلیارد دلار سوء استفاده شده و من به اصطلاح اگر زنده بمانم این به عنوان
یک به اصطلاح یک چطور بهتون بگم کابوسی خواهم شد بر روی سر شما، و اگر هم زنده نماندم از وصیت میکنم که شماها اعضای حزب جمهوری خواه این موضوع رو دنبال بکنید و کابوسی بشید برای کسانی که به بیت المال دست درازی کردن. به اصطلاح این صحبت صحبت‌های بسیار احساسی بود که نشان میده که جناب آقای قلیچدارولو به این نتیجه رسیده که تهدیداتی که داره صورت میگیره تهدیدات ریشه‌ای هستش و تهدیدات واقعی هستش و احتمال رادیکال شدن فضای سیاسی در ترکیه بسیار بالاست. امیدوارم که فضای سیاسی ترکیه اگر رادیکال هم میشه تشنجاتش آسیب کمتری به مردم عادی برسونه، ولی متاسفانه در چند روز گذشته باز هم مسئله اختلافات سیاسی و تصفیه حساب‌های سیاسی در ترکیه بالا بوده و به چندین نفر از فعالان سیاسی حمله شده یا اینکه به اصطلاح به اموالشون آسیب رسیده. در چند ماه گذشته هم اتفاقی افتاد و یکی از به اصطلاح کسانی که در حزب ملیت ترکیه، حزب تقریبا رادیکال ترک پان ترک ترکیه، عضو به اصطلاح مسئول جوانان این شاخه جوانان این حزب بود، ترور شد و این ترور فضای سیاسی ترکیه رو متشنج کرد. بالاخره نزدیک شدن به انتخابات باعث میشه که احتمال زیاد این اتفاقات در ترکیه بیفته و این اتفاقات بیشتر بشه در ترکیه، و بیشتر شدن این اتفاقات باعث میشه که فضای سیاسی ترکیه رادیکال تر بشه. نزدیک شدنمون به انتخابات رادیکالیزم رو در ترکیه بیشتر خواهد کرد و احتمال زیاد مسئله حزب کردی HDP هم فضا رو رادیکال خواهد کرد، چرا که حزب HDP از روی حساب‌های بانکیش دست گذاشته شده و احتمال اینکه غیرقانونی اعلام بشه هستش، و اگر این اتفاق بیفته وضعیت رو یک مقدار پیچیده در خواهد کرد. اخبار ترکیه رو دوست دارم که تعقیب بکنید، من هم تعقیب میکنم، ولی اگر دیدگاه ما به اصطلاح تأثیرات ژئوپلیتیکی که همسایگان ایران بر ایران خواهند داشت رو بخواید بررسی بکنید، ترکیه یکی از تاثیرگذارترین به اصطلاح همسایگان ایران هست، از قدیم هم همین شکل بوده و تاثیرات بسیار مهمی رو در سیاست ایران پیاده خواهد کرد، آنچنان که ایران تاثیرات بسیار بزرگی رو در سیاست ترکیه پیاده خواهد کرد. شعار زن زندگی آزادی یکی از شعارهایی هستش که HDP در تمام جلسات پارلمانی خودش و تمام میتینگ‌های خودش بهش اشاره میکنه و این نشون میده که تأثیر فضای سیاسی ایران بر ترکیه بسیار بالاست و همچنین تأثیر فضای سیاسی ترکیه در ایران بالا خواهد بود. امیدوارم که این تغییر تحولات با کمترین خشونت اتفاق بیفته، ولی احتمال خشونت در این مراسم برنامه ها بالاست. امیدوارم که کمترین زیان رو به هموطنان و همشهری ها برسونه. با امید دیدار شما در خاورمیانه دموکراتیک.